پاسخ محبت شدن. امیدوار هستم همینطور در این پرستش این زیبایی عیسی مسیح، کار عظیم عیسی مسیح که تنها نامی هست که واقعا یک انسان میتونه آزاد بشه و همینطور یک در این سکوت هایی که خوندیم صدای خدا رو بشنفیم و همینطور هم نجات پیدا کنیم. خداست که زندگی ما رو دگرگون کرده و افتخار میکنم هر دفعه که میتونم اونجا اون خدا رو بپرستم و همینطور هم افتخار میکنم که اون منو خوانده. چه مردی، کسی که گم شده بود، کسی که در این دنیا، در این بگم دنیایی که پر از ظلم و دروغ هست گم شده بودم، چطور من اجازه داده که من نجات پیدا کنم و چطور خدا شما رو اجازه داده و صدای خدا رو شنیدین؟ چون خدا فکر فیض خداست که این فیض رو بخشیده که دعوت کرده که بتونیم وارد خانه یا در خانه او ساکن بشیم. به این خاطر ما باید بیشتر و بیشتر این ارزش نجات رو واقعا باید درک کنیم. هر روز به روز باید واقعا فقط در هر موقعیتی که ما هستیم خدا رو پرستش کنیم، شکرگزاری کنیم، حتی در سختی ها، دردا، در طوفان ها افتخار کنیم که من خوانده شدم. یعنی خداست، فیض خداست که منو خوانده که بتونم در خانه او ساکن باشم. مزامیرهای زیادی هستن که در این قسمت نوشته شده و اولا در این زمانی هم که زمانهایی که ما هستیم همینطور برادر من آرش بود که زمانهای سختی هست، الان میبینیم که هموطنهای خودمون در ایران چه بهایی پرداخت میکنن، چه دردی میکشن، افرادی که کشته شدن و همینطور هم دعای ما هم همونطور مال کلیسا، کلیسای فارسی زبان هم تو کلیساهای دیگه در تمام جهان، تمام دنیا فارسی زبان و همینطور هم دنیای دیگه کلیسای دیگه دعا میکنیم که ایران از این جمهوری اسلامی، از این اسارت آزاد بشه. این خودمون میگیم که زن همینطور این چیزایی هست که اعلام میکنیم، زن زندگی و آزادی. و ما هم همینطور در حال دعا هستیم که از این ظلم نه فقط ایران بلکه افغانستان هم آزاد بشه. آرزو ما همینطور هم هست که این زندان ها به روی افرادی که به خاطر ایمانشان، عقایدشان، عقاید سیاسی یا جهان بینیشون دستگیر شدن باز شود و همینطور در این اعدام هایی که اتفاق توی ایران هست متوقف شود. این آرزوی ماست که در ایران و افغانستان این اتفاقی بیفته و از این رنج و شکنجه آزاد بشن. فقط سوال من امروز اینه که همینطور که ما میگیم زن زندگی آزادی، میخوایم امروز زمانش یه فکری کنیم. ما مخصوصا ایماندارای و همینطور هم افرادی که هستن که شاید تمیز ایمان ندارین، در حال جستجو هستین، معنی آزادی یعنی چی؟ معمولا زمانی که نگاه میکنیم به کشور آقای ما برادر یک کشور که میکنیم آزاد هست، نه؟ هر کاری دوست داره میتونیم انجام بدیم، ما میتونیم حتی علیه سیاست هم صحبت کنیم، هیچ کسی به ما رو دستگیر نمی کنه، میتونیم بپوشیم هر چطور ما دوست داریم، ما هم باز باشه. بعضی افراد تقریبا لخت و خیابونا راه میره و کسی بوشا نداره و آلمانی هم میشه قانون آلمانی اولین قانون عظیم اونجا بگه که دی ورده دیس منشن ایست اون انتسفا. فارسیش نمیدونم چطوره، یعنی ارزش یک انسان توی کرامت انسان رو این گوگل ترجمه گوگله کرامت انسان کرامت انسان خودشه ناپذیر است. خدشه کرامت انسان خدشه ناپذیر است، یعنی هیچ کسی اجازه نداره به تو دست بزنه و رو بی احترامی کنه. چه آزادی، نه؟ درسته؟ ما هر راحت در آلمان زندگی میکنیم. حالا من که پشت پرده نگاه میکنیم در آلمانی کشوری هست که آزادی هست،
می‌بینیم که افسردگی تقریباً 85 میلیون جمعیت در آلمان هستند. 11.3%، یعنی 10 میلیون زنها و تقریباً 5 میلیون مردا در افسردگی زندگی می‌کنند. تقریباً در سال 2020 تقریباً 500 هزار افراد تو آلمان بودن و هستن در سال 2020 که معتاد هستن. 9206 نفر خودکشی کردن. این میشه هر روز 25 نفر خودکشی میکنن در یک کشوری که آزاده. جنایت تقریباً اینو در سال 2020 بود 5 میلیون جنایت ها، یعنی میشه روزی 15 هزار جنایت ها انجام میشه. یعنی ما اینجا که نشستیم یه جایی تو آلمان اتفاقاتی میفته، 15 هزار نفر. تجاوز ها تقریبا 1 میلیون، بیشتر از 1 میلیون افراد در آلمان مخصوصا زیاد زن ها تجاوز شدن. طلاق، زمانی که طلاق رو نگاه میکنیم، این هم در سال 2021 این استاتیستیکایی هستن که توی چیز هست، توی روزنامه ها اینطور نوشته شده که در سال 2021 150,000 طلاقایی انجام شده، یعنی میشه هر روز 410 تا ازدواج ها به طلاق، به جدایی میکشن در یک کشوری که آزاده. روانشناسی، روان پزشکا در سال 2017 فقط در هامبورگ 380 هزار نفر بودن که بستری شده بودن. اونایی که بستری شدن، با اونایی صحبت نمی کنم که الان مریض هستن و هیچ کسی هم به اساسشان اطلاع نداره. برای این نتیجه های تمام این چیزهایی که الان صحبت کردم در آلمان هست که یک کشور آزاده که هر شخص هر کاری دوست داره بتونه انجام بده. این یه چیزی هست که واقعا در موردش ما باید فکر کنیم. آیا واقعا زمانی که ما مخصوصا هم که میگیم که ایران باید آزاد بشه، آیا واقعا این آزادی واقعیه که هر انسان که اونجا هر فردی که تو ایران هستن واقعا زمانی که این دروازه ها باز بشن آیا واقعا آزاد هستن؟ برای آزاد هستن، هر کار دوست دارن انجام بدن، مثل الان آلمان. بعد یک آزادی وجود داره که ربطی به نفس ما، ربطی به روح ما هست. از این چیزا هست که ما باید آزاد بشیم. حتی هم اگر موافق شدیم، دعا کردیم و این انقلاب واقعا به یک جایی برسه که واقعا مرزها باز بشن و همینطور هم جمهور اسلام اونجا دیگه برای شکست بخوره، من میتونم بگم که فکر میکنم 80 میلیون جمعیت در ایران هست، درسته؟ اینجا هم تقریبا مثل آلمان 80 میلیون نفر. واقعا یه آزادی روحی، آزادی نفسی احتیاج دارم که ما معمولا ما ایماندارای که اینا تجربه کردیم، سرودهایی که ما میخوندیم مخصوصا سرودهای انتخاب کردم که در مورد آزادیه، تو آزادم کردی، بارهایم رو تو برداشتی، تو شفا دادی، تو از این نیروهای تویی که منو آزاد کردی. زمانی که عیسی مسیح خودش به خواستان خودش آمد، به یهودی آمدن و اونجا در رومیا باب در کتاب انجیل یوحنا باب 8 اونجا شروع کرد با یهودی ها صحبت کردن و یهودیان تحت سطح امپراتور رومی بودن و منتظر بودن که به حال یک کسی بیاد ما رو آزاد کنه از امپراتور روم. قوم خدا بودن، فقط در این قسمت ها شکنجه می دیدن و منتظر بودن کی میتونه این امپراتور روم شکست بخوره که ما آزاد بشیم. تقریبا همینطور مثل اینکه الان ما در ایران یا ما ایرانی ها و افغان این
آرزو رو داریم. و اینجا عیسی مسیح اینجا میگه که در یوحنا 8:31-32 میگه که پس عیسی به یهودیان که بدون ایمان آوردن گفت اگر شما در کلام من بمانید فی‌الحقیقی شاگرد من خواهی شد و حق رو خواهی شناخت و حق شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. عیسی مسیح اینجا میگه که ببین فکر نکنی که مشکل شما امپراتور رومه. مشکل شما اینه که شما باید از یک چیزی آزاد بشی که درگیر هستی، چیزهایی که مربوط به نیروهای تاریکی هستن. و شما باید اول با حقیقت آشنا بشی، با اون خدا آشنا بشی، با این محبت خدا آشنا بشی، به کاری که خداوند برای شما انجام خواهد داد که آزاد بشی. زمانی که با این حقیقت آشنا شدی، این حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. یهودی ها چه کاری کردن؟ خودشون در آیه 33 بگه که ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبودیم. پس چگونه تو میگویی از که آزاد خواهید شد؟ اونجا به یه جایی رسیده بود ما برای تنها چیزی که ما احتیاج داریم اینه که از امپراتور روم آزاد بشیم. ما فرزندان ابراهیم هستیم، قوم خدا هستیم، ما احتیاج به آزادی اینطوری نداریم. و بعضی وقتا ما عزیزان اینطوری فکر میکنیم از دیدمون از آزادی اینه که زمانی که من از یک چیز فیزیکی، یک محیط فیزیکی آزاد بشم، هر کاری که دوست دارم انجام بدم واقعا من موقع آزاد هستم. ما انسان اینطوری فکر میکنیم. و جواب عیسی مسیح اینجا میگه که عیسی به جواب ایشان گفت آمین 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 آمین، یعنی ببین اینه، این حقیقته، نه یک آمین بلکه آمین آمین دیگه، هیچ بحثی اونجا نیست. آمین آمین به شما میگویم هر که گناه میکند غلام گناه است و غلام همیشه در خانه میماند اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود. هر که در اینجا یک نکته اشاره میکنه، میگه که هر کی گناه بکند غلام گناهه، ربطی به امپراتور روم نداره. تو از یک چیزی دیگه که عظیمتر بزرگتر هست در این اسارت زندگی میکنی. انسان کاری نمیتونه انجام بده. انسان میتونه از طرف فیزیکی تو رو شاید یه جایی روی تو تسلط داشته باشه، تا یه چیز خیلی مهمتر هست که تو باید آزاد بشی، این آزادی که در نفس تو، در روح توست و این به وسیله گناه، آمرزش گناه میتونه آزاد بشی. به رقی خدا عیسی مسیح میگه که گناه ظلم و اسارت و بردگی برای زندگی ما میاره. ما باید از گناه آزاد بشیم و ما میدونیم دشمن اصلی ما گناه یا میتونم بگم شیطانه که او صاحب گناه هاست. آمین. دشمن اصلی ما انسان نیست، جمهور بگم آیات الله ها نیستن یا پادشاهان اینطوری نیستن، ترامپ هایی نیستن. دشمن اصلی ما شیطانه که صاحب گناه هست و جایی که گناهه او تسلط داره. به این خاطر میگم تو آلمان کشور آزادی هم هست، فقط وضع آلمان خرابه. ظاهرا میتونیم بگیم که آلمان از طریق اقتصاد عالی، از طریق پیشرفتی تر از کشورهای دیگه هستن، فقط درون انسان اونام اونجا مریضی هست. این افسردگی، این خودکشی، این معتاد، این از کجا میاد؟ به این خاطر شید عیسی مسیح میگه که دوست نمیاید چون بکشه، هلاک کنه، از بین ببره. دوست یعنی شیطان، کار شیطان اینه که تو رو اسارت ببره، تو رو نابود کنه و همینطور تو رو به تو ظلم کنه، چون
ما شبیه خدا خلق شدیم و شیطان متنفر انسانه و سعی میکنه به وسیله گناه ما رو در این اسارت نگه داره. جایی که گناه وجود داره شیطان حکومت میکنه و آزادی ما را به بردگی میکشد و غارت میکند. به این خاطر عیسی مسیح میگه که شما برده، چون گناه در شما هست، برده گناه هستید. در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8 میگه که و کسی که گناه میکند از ابلیس است، از شیطان است، زیرا که شیطان از ابتدا گناهکار بوده است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس رو باطل سازد. عیسی مسیح آمده ما رو آزاد کنه از این اسارت شیطان که به وسیله گناه در زندگی ما قرار گرفته بود. به این خاطر عیسی مسیح آسمون رو ترک کرده، آمده در این دنیا که بیاد اینجا ما رو آزاد کنه از پیشه گناه. این آزادی واقعیه که هر انسان احتیاج داره. از این جهت پسر خدا ظاهر شد و اعمال ابلیس رو باطل کنه. آزادی واقعی یا حقیقی اینه که خدا میخواد نه فقط کشور ایران رو از، بگم، از این اسارت، از این آیات الله آزاد کنه، بلکه کشور ایران از طریق روحی و نفس آزاد کنه. که در ایران اون بخور پرستش و شکرگزاری از اونجا بیرون بیاد، به حضور خداوند بیاد. همینطور که ما با فیض خدا آمدیم در این کشور، کشور آلمان و کشورهای دیگه، با عیسی مسیح آشنا شدیم و خودمونم متوجه شدیم که هرچقدر ما ایمان آوردیم به عیسی مسیح، اینجا هم مشکلهایی هست، فشارهایی هست، اتفاق میافته. در عبرانیان باب 2 آیه 14 و 15 اینجا نوشته پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، فرزندان یعنی منظور ما، فرزند در خون و جسم شراکت دارند، او یعنی عیسی نیز همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. از آن جواب کشورمون ایران عیسی مسیحه که ما رو اینجا میگه که آمد در این دنیا با تمام گناه های ما، با تمام ضعف ما، درد ما، روی صلیب یک شد. روی صلیب هر چیزی که درد و رنجی که انسان میکشه همه چی رو روی خودش ورداشت. از این همینطور که از این ترس است که ترس موت و صاحب قدرت موت، اون که حکومت میکنه، اون هست که ما رو به جهنم میخواد ببره و ما رو به کجا از بین ببره، اون رو به هر حال آزاد کنه و همینطور نجات کشور ما و خودمون همینطور نجات پیدا کنیم. و آنانی را که از ترس موت تمامی عمر خود در گرفتار بندگی میبودن آزاد گردانند. آنانی که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی می بودن آزاد گردانند. تنها نامی که می تونه ما را آزاد کنه، عزیزان، کشور ما را آزاد کنه، عیسی مسیحه. روح ترس در کشورمون هست. 2011 بود که رفته بودم تو برای 10 روز رفته بودم افغانستان و یه چیزی که اینجا متوجه شدم روح ترس یه چیز وحشتناکی بود. اونجا افراد میترسن حتی با هم صحبت کنن. چون یک شیطان، کار شیطان اینه که ما رو در این ترس نگه داره، ما رو فلج کنه و خیلی وحشتناک بود. به خاطر باید
بدونیم که امید ایران افغانستان هر چقدر ما دعا میکنیم که این مرزها باز بشن و کشور ما در آزادی زندگی کنه، فقط چیزی که کشور ما ایران و افغانستان احتیاج داره عیسی مسیحه که بتونه شما آزاد کنه از این، یعنی روحشون نفسشون آزاد کنه. آزاد از گناه، آزاد از ترس، آزاد از ناامیدی، آزادی از افسردگی، آزادی از مریضی، آزادی از همینطورم که اینجا نوشتم ترس از اسارت، بردگی، ناامیدی، افسردگی، بیماری، اعتیاد، رنج، درد عاطفی، زخمای نفسی، لعنت و مرگ. حالا من میخوام درست متوجه این کشور ایران اگر آزاد بشه، تمام این چیزهایی هستن که در اون زندگی میکنن، کار عیسی مسیحه و دعای ما زندگی ما باید طوری باشه، مخصوصا زمانی که در یک زمان زندگی میکنیم باید شروع کنیم به بشارت دادن کلام انجیل به کشورمون که از این چیزها آزاد بشن. این چیزهایی هست که ما رو درگیر میکنن، این چیزهایی هست که زندگی رو نابود میکنن، این چیزهایی هست که اینطور رو به مرگ میکشه، به افسردگی میکشه. چه فایده داره یک کشوری آزاد باشه و تمام جمعیت در درد و رنج و نمیتونم هم دیگه رو میکشن، هم دیگه رو از بین میبرن؟ فکر نکنید که الان همینطور که گفتن که تو آلمان که یک کشور آزاد است، اینجا هر روز 15,000 جنایت های انجام میشن، افراد کشته میشن، تجاوز میشن، بچه ها رو مخصوصا در این قرن 21 میبینید که چقدر از این بچه های کوچیک جا تجاوز میکنن و همینطور هم برای چیزهای واقعا وحشتناک استفاده میکنن. فکر نکنید که توی ایران این اتفاقاتی نیست، توی کشور دیگه همه جا این رفتارهایی هست، جایی که شیطان حکومت میکنه، جایی که گناه حکومت میکنه، این چیزایی هم وجود داره. فقط خبر خوش عزیزان اینه که خدا محبت هست، خدا میخواد همه کارها رو انجام میده، همه راه ها رو باز میکنه که بتونه به قلب کشورمون نزدیک بشه، به قلب ها نزدیک بشه و از این گناه، از این اسارت شیطان آزاد کنه، از این اسارت گناه آزاد کنه و خودش رو افشا کنه، خودش رو نشون بده که نه فقط ما گناهمون آمرزیده بشه، بلکه همینطور که تجربه کردیم همینطور از ما فرزندان بسازه. بهترین، زیباترین هدیه که یک انسان میتونه دریافت کنه روح خداست که ما باید ببخشه که از ما فرزندان خدا بسازه. در آیه که همه فکر میکنم میدونیم در یوحنا باب 3 آیه 16 و 17 میگه زیرا خدا جهان را اونقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورند هلاک نگردند بلکه حیات جاودانی یابند. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا جهان داوری کند بلکه تا به واسطه او جهان کشور ایران نجات پیدا کنه، کشور افغانستان نجات پیدا کنه. به این خاطر زمانی که در مورد آزادی صحبت میکنم یا صحبت میکنیم باید این در نظر داشته باشیم. تمام سیاست مداران آلمان دنیا هم جمع بشن و فشار به ایران بیارن، آخر هم ایران بگه باشه که ای زن ها حجاب رو میتونین برداری، میتونین آزاد باشین. عزیزان این آزادی ظاهریه، خدا رو شکر اگر این باشه مثل آلمان هم راحت بتونیم زندگی کنیم، فقط ما باید بدونیم یک آزادی عمیق تری وجود داره که خدا میخواد آزاد کنه. دوباره بخونم این قسمتی که عیسی مسیح گفته. عیسی در جواب ایشان گفت آمین آمین به شما میگویم هر کی گناه میکند غلام گناه است و غلام همیشه در خانه نمیماند.
اما پسر همیشه میماند. پس اگر پسر شما رو آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود. پسر انسان تو رو آزاد میکنه، نه پسر خدا. پسر انسان یه کسی که مثل تو و من انسان شد. پسر انسان گناه‌های ما رو برداشته، فقط چون همینطور پسر خدا بود، در اون در روح پسر خدا بود، میتونست تمام این درد و رنج ها رو، ناعدالتی هایی هست، هر چه ظلمی وجود داره روی بدنش هم کنه. این پسر انسان بود. اینجا گفته که پسر خدا، به این خاطر پسر در در جایی نوشته که پسر انسان، پسر خدا ظاهر شد در این دنیا، انسان شد، و این پسر انسانی که گناه ما رو برمی‌داره و روی صلیب که ما رو از همه دردها آزاد کند و یه آزادی ابدی به دست بیاریم. و همزمان هم روح خدا که در ما دمیده میشه، یا ما بخشیده میشه، که از ما فرزندانی بسازیم دیگه گناه، بردگی گناه رو، برده گناه نباشیم. به این خاطر عیسی مسیح امروز هم ما رو، ما که الان ایمان رو آوردیم، این حقیقت رو میدونیم، بیشتر این موعظه هست که مخصوصا برای افرادی هم که ایمان ندارن و هنوز داد میکشم و میخواییم واقعا کشور ما باید آزاد بشه، که خدا میخواد بگه که من همه چیز زیر کنترل دارم، همه چیزی که الان در این دنیاست که زیر کنترل عیسی مسیح، او نشسته روی تخت و حکومت میکنه در زمان اتفاقاتی، در یه زمان خودش کارهای خودش رو انجام میده. فقط الان یک زمانی هست که خدا میخواد قوم ما رو، یا افغان ها رو، اونایی که در اسارت گناه هستن آزاد کنه، از طریق روح، از طریق نفس آزاد کنه، و همینطور هم از ایشان یک فرزندانی بسازه. همینطور این سرودی خوندیم، تو از من یک فرزند ساختی، روی خود رو به من دادی، غم و ترس رو برداشتی. انجیل یوحنا باب یک آیه 12 و 13 میگه: اما به آن کسانی که او رو قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا کردند. اما به آن کسانی که او رو قبول، یعنی عیسی مسیح رو قبول کردند، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد، بلکه از خواهش و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافت. خدا امروز هم دعوت میکنه، هر کسی منو دعوت میکنه، هر کسی منو قبول میکنه عنوان پسر خدا، هر کسی منو قبول میکنه که من اونقدر تو دوست داشتم که آسمان رو ترک کردم، آمدم در این دنیا که تمام گناه های تو روی خودم بردارم، که از این بردگی شیطان آزاد کنم و همینطورم از تو یک فرزندی بسازم که در آزادی زندگی بکنی. در براتیانم بابا یک آیه، بابا پنج آیه یک همینجا که پس به آن آزادی که مسیح را به آن آزادی ببخشید، پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزادی آزاد کرد استوار باشیم، زیرا که شما ای برادران و خواهران به آزادی خوانده شدید. در این آزادی خدا، آزادی روح القدس بتونیم زندگی کنیم. هیچ زندانی عزیزان وجود نداره، هیچ زندانی وجود نداره که منو، آزادی منو برداره، چون درون من آزاد شدم، متعلق به خدا، مال خدا هستم، و هیچ کسی نمیتونه من و شما رو، کسانی که ایمان بودن، از محبت خدا جدا کنه. به این خاطر شاید دوباره این چیز رو بیاریم، این تمام افکار آری از گناه، ترس، اسارت، بردگی، ناامیدی، من میخوام آخر
الان تو دعایی که میکنیم، الان نمیدونم کیا هستن که اینجا هنوز با عیسی مسیح آشنایی ندارن، چون هر هفته میخواییم در این قسمت ما دعا کنیم برای کسانی که عیسی رو مسیح رو نمیشناسن و واقعا احساس میکنن در این استراحت زندگی میکنن، در این افسردگی، در ناراحتی، در ترس، در ناامیدی زندگی میکنیم. امروز خدا میخواد دعوت کنه هر کسی من رو قبول کرده اون اقتدار میدم فرزند خدا شود، نه از پدر مادرت که متولد شدی، بلکه من میخواهم اون رو خودم رو به تو بدم. زمانی که ما باور میکنیم، زمانی که اعتراف میکنیم خداوند من گناهکار هستم، من احتیاج به نجات دارم، احتیاج به بخشش دارم و باور میکنم عیسی مسیح تو روی صلیب اونجا تمام گناه من رو روی خودت برداشتی و تو تمام این جریمه من رو که مرگ بود، مرگ ابدی بود، روی خودت برداشتی و باور میکنم چون تو هیچ گناهی در تو نبود و پسر خدا بودی، پسر انسان که بی گناه بودی، از مردگان برخاستی و زنده هستی، که بگه عیسی مسیح بیا گناه من رو ببخش، بیا امروز من رو قبول کن عنوان فرزند و طبق کلام تو هر کسی رو قبول کرده او این اقتدار رو بدی فرزند خدا شود، که با این توبه بازگشت که خدا میتونه تو رو از تمام این چیزهایی که درد و رنج هست میتونه آزاد کنه، همزمان بتونی برای کشور رو نه فقط دعا کنیم. عزیزان ما در یک زمانی زندگی میکنیم که کشورمون احتیاج به انجیل داره، احتیاج داره که کلام رو بشنوه، کلام انجیل یعنی خبر خوش رو بشنوه و اینجا ما مسئول هستیم. معمولا کشورمون تو خیابون هر روز میدن اونجا تظاهرات میکنن، ما هم میتونیم این انجام بدیم، فقط به جای تظاهرات میدیم توی خیابون، میتونیم پیش افراد توی خیابون هستن بتونیم انجیل رو، این تظاهرات ماست که بتونیم انجیل رو بشنیدیم، بتونیم این تراکتات هایی هست، چیزهایی که آماده کرده ایشان بدیم و دعوت کنیم بیان کلیسا، یا همینطورم اونجا توی خیابون بتونیم با ایشان صحبت کنیم و میتونیم در مورد عیسی مسیح، در مورد اون منجی صحبت کنیم. افتخار بزرگی هست که من بتونم توی خیابون بتونم عیسی مسیح رو بلند کنم، حتی افرادی که قبول نمی کنن، حتی افرادی که می خندن مسخره می کنن، عیب نداره. ما در این زمانی هستیم از این 100 نفر شد یک نفر بتونه اینا برداره و نجات پیدا کنه، یک نفر زیاد شد و یک نفر میتونه دوباره چند نفر رو دوباره انجیل رو پخش کنه. عزیزان وظیفه ما عنوان مسیحی ها که در کشور آزاد زندگی میکنیم اینه که بتونیم این خبر خوش رو بدیم به این قوم خودمون ایران و افغان که از این اسارت ها آزاد کنیم. آمین. امروز هم میخوام دعوت کنم اگر کسانی هستن که بخوام زندگی خودشون، قلب خودشون به عیسی مسیح بدن، نمیدونم چقدر ایمان آوردی به عیسی مسیح، یا حتی اقل قدم هایی برداری که بگی خدا من به تو میخوام اجازه بدم در زندگی ما دخالت کنی، میخوام تو من را هدایت کنی، اگر پسر خدا هستی بیا خودت رو به من آشکار کن. و برای ما عزیزان، برای ما ایماندارها خواهش میکنم الان یکم جدی تر، واقعا قلبمون برای کشورمون میسوزه، واقعا درد داریم خدا من چه دردهای کشورمون میکشه، چه افرادی روز به روز میرن توی خیابون. پس همینطور هم خودت بگی خدا من حاضر هستم نه برگردم ایران، بلکه اینجا شروع کنم الان این انجیل رو پخش کنم. حتی باید در این قسمت باید توبه کنیم ما که خدا من رو ببخش که اونقدر بی تفاوت هستم، اونقدر اصلا دنبالش نیستم، فقط زندگی خودم، فقط برای خودم زندگی کنم، مهم اینه که من آزاد شدم. اما فقط یک دعای دو تا دعایی میکنم برای کشورمون، نه، دعا میکنیم و هم برای کلیسا دعا میکنیم، هر یک شنبه همجا دعا میخواهیم کرد. فقط اینجا واقعا احساس مسئولیت همه ما باید بکنیم، ایرانی ها، افغانی ها، دیگه خودمند. حالا ما اینجا تراکتات هایی آماده کردیم که هفته گذاشته اونجا پخش کردیم، بگیرین حتی اگر 10 تا 15 تا رو بردارین، بگیرین خود من دعا میکنم این هفته حتی دو نفر، 3 نفر، 4 نفر جلوی چشم من بیاد که بتونم این تراکتات رو بگم و در مورد عیسی مسیح صحبت کنم. و صبح دعا کن، حالا میدید مدرسه یا میدید سر کار و هر جایی که هستی، اینجا ما باید این تظاهرات هاست که تظاهرات
میگم انجیلی که ما باید انجام بدیم. من خودم با نسیم الان چند مدت پیش بود این تصمیم رو گرفتیم و چند بار رفتیم، فقط الان از این به بعد میگم دو به دو بعضی وقت میتونیم اونجا جمع بشیم، دیگه میریم توی چیز توی مرکب شانس هر جایی که الان هست یا توی هاپ بالا اونجا این چیز تاکسی هایی هستن که بیشتر اکثریت ایرانی و افغان هستن، به جای مختلف هستن، توی بیلشتت هست، توی محلهایی که اینجا زیاد ایرانی و افغان هستن، که بتونیم اونجا دعا کنیم و بریم اونجا ایشان صحبت کنیم، حداقل این تراکتور رو بدیم، حداقل میگن که وقت ندارم میتونیم بهش بگیم باشه اگر دوست داریم میتونیم توی اینستاگرام توی چیز با کلیسا همون آشنا بشیم، توی یوتیوب با کلیسا همون آشنا بشیم، حداقل بتونیم یک دانه هایی هست که بتونیم اینجا پخش کنیم. آمین. و هر یک شنبه میخواییم دعا کنیم برای کسانی که مریض هستن، کسانی که مریضی الان جسمی یا روحی یا افسردگی هستین، هر مشکلی هم هست. ما هر هفته چهار نفر اینجا هستن که برای شما دعا خواهند کرد، بعد از جلسه میان اینجا جلو و خواهش میکنم زمانی که اینجا جلسه تموم شد میتونید بریم اونجا، اونجا چای شیرینی و همینطور غذایی هست، بیمان دو غذا هست؟ بله. بعد اینجا وقت بذاریم، اینجا افرادی که احتیاج به دعا دارن میتونید، ما میخواهیم به شما خدمت کنیم عزیزان. احتیاج نیست هر بیای پیش من بشه، من بیا پیش نسرین برید، بلکه ما افرادی که انتخاب کردیم که برای شما دعا بکنم و مطمئن است مطمئن باشیم که خداوند از هر ایشان دعا شما رو خواهد شنید. فرمان هر دردی هر چیزی هست، اگر سوالی هست در مورد انجیل، اگر هنوز با عیسی مسیح آشنا نشدین، اونجا میتونین اینجا بهشان صحبت کنین، حتی دعای توبه رو بخونین. آمین. یک شنبه به یک شنبه ما میخواییم این شیپور انجیل رو جا بزنیم و این خبر خوش رو به هموطنهای خودمون برسونیم و خدا مطمئن هستن با شفا با معجزه های خودش رو اونجا ما رو همراهی خواهد کرد. آمین. با هم دعا کنیم. یه لحظه همینطور مثلا برای کسانی که با عیسی مسیح آشنایی ندارن و میخواییم آشنا بشیم، اگر احساس میکنید در سردرگمی زندگی میکنید، در ناراحتی، در بار و ترس و نگرانی، میتونی الان نام عیسی مسیح رو بخونی و عیسی مسیح من شنیدم که تو گناه من رو، گناه جهان رو برداشتی، روی صلیب به جای ما، به جای من زندگی خودت دادی و مردی. اعتراف میکنم این گناهکار هستم و احتیاج به بخشش دارم. این دعای خیلی صادقانه میتونی و خیلی آسون میتونی صحبت کنی با اون خدای واحد، خدایی که تو رو دوست داره. میتونی بگی عیسی بیا گناه من رو ببخش، من نمیخوام برده گناه و برده شیطان باشم، یا گناه من ببخش و آزاد کن، آزادی که در روح و در نفس منه از تمام این شیطان و قدرت گناه. و تو رو دعوت میکنم بیا در قلب من ساکن شو و از من یک فرزندی بساز. و از زمره ما که ایمان داریم خودت رو در حضور خداوند همینطور میتونی، نمیخوام بگم قول بدی، چون فقط حداقل میتونی بگی که خداوند کمکم کن، کمکم کن که بتونم این ماموریتی که به من دادی، ماموریت بزرگی به من دادی، بتونم انجام بدم. از این هفته، از فردا میخوام شروع کنم، نه فقط دعا کنم بلکه قدمی بردارم.
هستم اینجاست که به تو کمک کنم، منتظر جا منتظر تو دعا بکنی. اول مدرسه میری، دانشگاه میری، سر کار هستی، حتی میتونی بگی خداوند یک روز در هفته میخوام بگذارم فقط بتونه با یک نفر دیگه، با دو نفر دیگه بریم اونجا تو خیابونا، حتی همه چیز رو پخش کنیم، تراتات رو پخش کنیم، صحبت کنیم. مرسی رو بودست، مرسی که تو ما رو همه تو نمیفرستی بلکه به ما این قدرت رو میدی خدا و این اشتیاق رو میدی. من مقصدان دعا میکنم بول بودست، خواهش من اینه که به این اشتیاق رو در قلبای ما بگذار. وظیفه نباشه خدا من، نه بگم که من باید برم، بلکه افتخار میکنم که میتونم برم از تو تعریف کنم. خدا من این روح رو منتقل کن در تک تک ما خدا من، منم همینطور خدا من که واقعا خدا من حداقل بتونیم این معمولیت بزرگ رو انجام بدیم، هر چرا ما تو ایران کاری نمیتونیم انجام بدیم. ممنون هستیم خدا من، جلال رو به تو میدیم، در نام تو عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. آمین. آمین.